آقای سیاوش عبستای عزیز. با جهر مهندس امیر شجره و کارگردان برنامه آقای شهرتی، آرزوی تندرستی و بهروزی برای همه مهمانگران. استاد چرف شعی من هم که خدمت نش کردن، الان در یک جلسه بودم خیلی هم مهم و تا دوازه رو چون بکشید جلسه اومدم که خدمت را برسم با آقای ادوارد فیلیپ نخست وزیر پیشین فرانسه و اولین نخست وزیر، بله همیشون هست، این ادوارد فیلیپ و اکسان مال همین الان هست، نخستین نخست وزیر قدرتمند امانوئل مکرون بود که مسئله کووید که پیش اومد ایشون خیلی خوب مدیریت کرد و غیره. یه بیماری داشت که خوشبختانه خوب از جا برخاست و امشب این نشست اولین اعلام تقریبا غیر رسمی رسمیش بود که از فردا صحبت خواهند کرد، در این بود که ایشون آماده است که 2027 به عنوان نامزد ریاست جمهوری فرانسه به میدان بیاد. خیلی جالب بود استاد چرفشایی که صحبتی که امشب با ایشون بود و فرمایشات شما و برنامه شما و مواردی که خبرهایی هم که حتی برادر گرامی ما آقای دکتر قرقوزی دادن، همه اینا به هم مربوط میشه و حتی به همین اسرائیل هم مربوط میشه. نخست این که ایشون در مورد آموزش و پرورش صحبت کرد و گفت که آموزش پرورش در فرانسه خیلی سقوط کرده و بچه ها خوب آموزش نمیبینن، عدم آموزش خوب موجب شده که نجات پرستی بیاد بالا، نادانی رشد بکنه، این رشد نادانیش خیلی مهمه که تاکید داشت بهش. ما فکر کردیم فقط در ایران این ملاهای حرامزاده اومدن قرون وسطی آن میکنن، ایشون خیلی ناراض بود ولی پروژه های قشنگی داشت که ارائه میکرد و خیلی، و بویژه در رابطه با صهیونیسم و اسرائیل و مواردی که مطرح هست در عنوان ضدیت با عقل و دانش و خرد و که امروز دیگه میترسن بگم ضد یهودی هست در جهان، میگن مسئله ضد اسرائیل. حالا در همین راستا من جالبه که همین امشب دیدم که شوربختانه این جهالت پروری روحانیت روس و انگلیسی، جناب شرفشاهی استاد عزیز ببینید تا چه حده، اینجا یک نخست وزیر دولت آزاد فرانسه که پیشتاز در چه هفت و چه هست و هست میناده که با همه این هست بار آموزشی اینجا کمه و میگه باید چه بکنیم، چند دقیقه از وقتشو گذاشت روی قضیه صحبت کرد. بعد تو ایران خراب شده یه رو سر آخوند و شیخ و ملا. من امشب میخوام یک نکته دیگه که بارها گفتم تأکید کنم و از همه عزیزان و مهمانداران بخوام، بدون رو دروازی، بدون ترس، شجاعانه برای دفاع دائمی از بخشی از جامعه ایران که جهانیست بیان بیرون. استاد چرفی هنوز که هنوزه برنامه ساز، نویسنده، راننده، خواننده، پاینده میترسن که بیان از بهاییت و ایرانیان بهایی که 44 سال زیر سرکوب این نظام هستن دفاع کنن. من از این بعد میخوام اعلام کنم همه عزیزان وظیفه دارن. چرا؟ علتش چیه استاد چرفی؟ چون بهاییت یکی از شاخه‌های اندیشمندانه و خردگرایی و ترقی سرزمین ماست. کسی است که اون دین تازی رو کنار گذاشته، وقتی میگه مهدی ظهور کرد یعنی تمام خرافات تموم، همونطور که محمد اومد گفت خاتم الانبیا یعنی دیگه پیغمبر بعد از ما شارلاتانه. اینها هم یک شگردهای پنهانی بود، برای همین هم است که انگلیس، روس، شیخ الملا هم اونا ساختن با اینا درگیر. حالا استاد چرفشاهی خبر امروز اینه، میدونید که در بهاییت مثل یهودیت، مثل زرتشتی، آیین زرتشتی، انسان سازن اینا. ما انسان میسازیم، خردمند میسازیم، ما فیروز نادری میسازیم که افتخارش جهان رو صدا میکنه، ما همین اقتصاددانایی میسازیم که الان توی آمریکا، توی اروپا، این مکنزی که میگن یک تاسیساتیه که چند میلیارد از همین فرانسه بهش پول داده و غیره، رئیسش یک ایرانیه. ما ایرانی ها رو اینجوری ببینیم چجوری اینا نابود میکنن، اونا دانش میرن اینا نابود. استاد شرفی امروز در استان مازندران، در شهر باغو، جمهوری اسلامی 12 تا مدرسه رو بسته، 12 تا مدرسه، به اتهام اینکه اینها بهایی صهیونیستی بودن و
و تو این مدارس جالبه که بچه های آخوندا و سران رژیم هم درس بودن. یعنی استاد شرفشاهی دنیا میاد مدرسه میسازه، اینا مدرسه رو 12 تا رو بستن و تعدادی از معلم ها رو به اتهام بهایی بودن و بعدم چسبوندن. از فردا تو خبرها میبینید نوشتن بهایی صهیونیست. اینقدر اینها مردم ایران بیشعور هستن، اینقدر این ملاهای انگلیسی نادان هستن و میرسن به فرمایش شما استاد شرفشاهی در رابطه با اسرائیل که نمیدونن آقا اسرائیل سال 1947 اسرائیل تشکیل شده، یعنی صهیونیسم قدرت گرفته در جهان. بهائیت نخستین مهاجرتش به اسرائیل سال 1850 تا 60 بوده، یعنی 100 سال قبل از اینکه صهیونیسم قدرت بگیره در اسرائیل، بهائی‌ها زیر فشار و تبعیدی که ناصرالدین شاه براشون گذاشت، زیر فشار آخوند انگلیسی، ایران را ترک کردن یا تبعید شدن، رفتن به عکا و در اونجا مستقر شدن. 100 سال قبل از اینکه اسرائیل شکل بگیره دولت صهیونیستی اینها تشکیل بشه. خب احمق ها، بیشعور ها، شما که تا این حد شعور تاریخی ندارید که اینا رو صهیونیست میدونید، تازه صهیونیستی هم که عیب نیست، باز همون صهیونیست هم الان اون شعاری که اونا بیدن نیست، منظورشون اسرائیله و اون چه و چه و اونا. حالا بگذار، خب اینها هموطنان ما هستن، یهودی ها و حالا یهودی ها کمتر شاید، زرتشتی ها کمتر شاید، ولی بهائیه تو 44 سال میکشن، شکنجه میدن، سلول های زندان های اینا، زن و مردانی که همه استاد شرفشاهی نابغه و فرهیختن، چون اینا از کودکی آموزش درست دیدن. حالا این یه دو، همین جریان اسرائیل، جریان اسرائیل استاد شرفشاهی، من این نکته خیلی حرفا رو خیلی سالها پیش گفتم، ولی چون الان روز نو میشه، زندگی نو میشه، جوانای ما تو جامعه نو میان، 10 سال، 20 سال، 18 سال، 30 سالشون هست نمیدونم، یه دوباره بگم. استاد شرفشاهی، همین دولت اسرائیل وقتی که تأسیس شد و قطعنامه 181 که سازمان ملل در نوامبر 1947 رأی داد به تشکیل دولت اسرائیل، تعدادی از کشورها مخالف و تعدادی رأی ممتنع دادن. یکی از کشورهایی که مخالف بود و رأی نداد به تشکیل دولت اسرائیل انگلستان بود. انگلستان رأی نداد و از همون موقع من خاطره دارم آقای پروفسور سیف الدین نبوی که پزشک پادشاه بود، با امینی کار میکرد، بعد پزشک بروجردی بود، پزشک خمینی پلید بود، این پاریس سالها من افتخار داشتم ایشون اینجا بود، دیگه فرار کرده بود، میگفت استاد شرفشاهی وقتی ایشون دانشجو بوده داشته میرفته اسرائیل اون موقع برای استاج، برای آموزش، میگه کشتی اینا رو که گرفتن بودن اونجا، موقع شب استقلال بود، همین 1947 بود، میگه اونجا رئیس جنرال انگلیسیا که ما رو تو حیفا پیاده شدیم و میخواستیم بریم، من گفت آقا من ایرانی ام، گفت یهودیاری که اینا گرفته بودن میکشتن، گفت من خدا آقا من از فرانسه میام، دانشجو ایرانی هم، میگه ما رو برد یه جایی، بعد میگه اونجا آقای پاشا اسم جنرال هم داد، حالا من تو ذهنم جنرال، گفت ما انگلیس یک شب آسوده خواب در چشمان اسرائیل نخواهیم نشان، همیشه براش مشکل میاد بریم. حالا استاد شرفشاهی تمام این جنگ و دعوایی که جمهوری اسلامی راه انداخته نیابتیست، به نیابت از انگلیس هست، چون نظام جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه، همونطور که شما فرمودید هر شب هم میگید، همیشه هم میگید، اینو استعمار آورده، خصوصا انگلیس، اینا آوردن که خار بخورن در چشم اسرائیل. من چند سال پیش این مسئله رو با آقای الی بارنابی سفیر اسرائیل در پاریس مطرح کردم رو اینترنت به زبان فرانسه، گفتم آقا شما که میدونید این انگلیس ها اربابی آخوندان، این آخونده اگه انگلیس ها و روس پشت سرشون نباشه یه شب هم نمیتونن دوام بیارن. اون قذافی و اون شاوچسکو و اون حافظ اسدا یه شبه حالا یا مردن یا رفتن، این بومونی کمپیوتر نگه داشتین هر روزم تقویت میکنن، هر روزم 40 میلیون بر من میگذارن اونجا.
ای چرا با اینا برخورد نمیکنین با انگلیسیان اینا؟ استاد جرفشی آقای لیبانانی گفت ببین فلانی، ما الان اینقدر مشکل تو منطقه با عربا و مسلمان و اینا داریم که نمیتونیم بیایم جبهه دومی واکنیم با یک ابرقدرتی و بگیم آقا تو چرا اینا رو گفتی. گفتیم تقصیر شماست که به فکر مملکت خودتون باشه. همین حرف رو من به وزیر خارجه فرانس و میتران آقای رونالد دوما که خیلی هم قریب بود گفتم. ویدیوها اینا رو اینترنت هست، اونایی که فرانسوی بلدن اسم منو میذارن، باعث من یادم اومد گفتم، ویدیوها رو گوش میدن رو اینترنت اینا. گفت فلانی من هر موقع به عنوان وزیر خارجه فرانسه میام مداخله میکنم، حرفی میزنم در رابطه با اسرائیل ایران منطقه، انگلیس وزیر خارجش منو احضار میکنم میگه فلانی تو میای پیش من یا من بیام پیشت. میگه وقتی به هم میرسیم اینو رونالد دوما میگه، وزیر خارجه فرانسوا میتران، میگه انگلیس به من میگه آقا این مسئله اینا اسرائیل و فلسطین اینا و ایران اینا میدان فعالیت شما نیست، دخالت نکنید. خب آقا ملت ایران، ای سپاهی، ای ارتشی، ای نظامی، وقتی که میان عزیزان سرزمین ما رو هم همین الان دیگه در سالگرد مهسا هستیم و بچه میکشن، قتل عام میکنن، بعد این بخش طیفی از جامعه ایران که فرهیخته است، بهاییت فرهیختگی است، بهاییت این نوابقی که از ایرانی ها شما میبینید تو دنیا اصلا اینا بهایی هست. خب اینها اینا نخبگان ما رو که از آن سو میکشن، هنرمنده اینا میکشن. مردم از این بعد باید یک کمپین جهانی را بندازید با افتخار از هموطنان و هممیهنان بهاییمون دفاع کنید. امروز آقای شرفشاهی 12 تا مدرسه ای که به اینا درس های مدرن، زبان های خارجی چه میدادن بستن، به جرمی که اینا درس های بهایی دارید. ناجوان مردی، واقعا ما ناجوان مردی، ما خودمان ناجوان مردیم که بخشی از جامعه ما کشتار، قتل عام فلان فراموشه. الان آقای شرفشاهی تو همه جای دنیا میترسن بیان از بهایی دفاع بکنن. بهاییات هم بخشی از جامعه ایرانه، همینی که امروز گرفتن، دو هفته پیش گرفتن، خونه های اینا رو خراب کردن، چه کردن. بایستی در میدان باشیم. و امشب آقای ادوارد فیلیپ ادوارد میگفت که من با اینکه اینجا دارم زندگی میکنم، ولی احساس میکنم که اگر کسی بیاد اسرائیل رو مطرح میکنه که به من ربط نداره، کشور دیگه است، دور از سرزمین ما هم هست، به خاطری که میخواد یک طیفی رو بزنه. حالا شما تو سرزمین خودتون دارن یک طیفی رو میزنن به جرم بهاییت، این نجات پرستی. بله باید باش برخورد بشه. این آتش‌سوزی که دیوار سفارت کنسولگری جمهوری اسلامی در کنار سفارتش گویا هست، این آتش گرفته و ده ها دولت فرانسه اعلام کرده به دنبال اینه ببینید چه کسی این کار کرده. شما که به حال که ابوالاخبار اونجا هستین، این چه بازتابی داشته و تا کنون چه نتیجه گرفته شده؟ این خب خیلی آبروریزی بود هم برای فرانسه و هم برای جمهوری اسلامی ایران، به خاطر اینکه این دو تا در داره نزدیک برج ایفل. شاهنشاه همه جای جهان بهترین جاهای دنیا رو برای سفارتخونه، کنسولگری، مراکز فرهنگی ایران خریده بود که الان ایرانی تو شانزلیزه روبروی دفتر من همونجا اینا می‌خواستن بفروشن. تو همین شانزلیزه حتی چیز بود، تو شانزلیزه بانک صادرات بود، خانه ایران بود، اینا عمر فروختن، پولاشو بالا کشیدن هر روزا. حالا این نزدیک برج ایفل آقای شرفشاهی استادی دو تا در داره تو دو تا خیابون، از یه در خیابون کنسولگریه، از یه در خیابون و بردگه سفارتی. این ها قسمتی کنسولگری که چیز بودن آتش دادن، باید اینا زیر پوشش پلیس بودن، من چون نبودم نمیدونم چه جور شده. ولی امروز فرانسه، یعنی خود فرانسه امروز اعلام کرد که ما یه نفر رو دستگیر کردیم در رابطه با آتش سوزی، چون اونجا برای کامرا اینا هست، یک نفر میگه دستگیر کردیم. ولی این نشانه این هست که آتشی که بهش داده شده دیگه رسما هم رئیس موساد، همونطور که شما فرمودید، اونایی که اونجا بوده ببینید استاد شرفشاهی با اسرائیل، با یهود، هر اینا میگن با علی میگن هر کی با علی برابر در افتاد، چون سال نو یهودی هم نزدیک است، امروز 12 روز دیگه است، همزمان با جشن مهرگان ما، یعنی جشن مهرگان ما که آخر تابستان هست و
جشن سال نو یهودی هاست و چون یهودیت ریشه ایرانی دارد، دریای کاسپیان و 33 تا از پیغمبرای یهود در ایران خاک هستن و اینا، این یهودیت اصلا با ایرانی پیوند دارن، پیوند مثل کردها، مثل آتورپاتا، مثل هر کسی. حالا من شاد باش میگم اینو به یهودیان عزیز جهان سال نو رو، ولی استاد شرفشهی 6000 ساله، 6000 ساله هر کی با آره یهود بر افتاد خودش در افتاد. این حرامزاده برای خوشایند انگلیس و روس، چون روس انگلیس از دشمنان اسرائیل هم که بهتون گفتم، ولی اسرائیل خودش مطرح نمیکنه چون نمیخواد جبهه بیافرینه. من حتی عکسی باشه الان براتون بزنم توی چیز بزنید، هری اگه میتونید بزنید، هری همین برادر ولیعهد انگلیس، هری و نازی بزنید، عکسش میاد که بچه شاه انگلیس، یعنی آقای الان یارو که شاهه، بچهش، بچه شاه انگلیس بازوبند نازی ها رو زده، میره تو دیسکوتک حال میکنه و چه و افتخارم میکنه. الان هر بیننده عزیز هر جا هست روی گوگل بزنید هری نازی، ببینید عکس میاد، روز دوای مختلف هم نوشتن. این شما خبر داشتید؟ بهتون گفته بود؟ نمیگم. چرا؟ چون انگلیسه. حالا میخوام بگم انگلیس چون دشمنی داره با اسرائیل، جمهوری اسلامی رو ساخته، پرداخته، قبل از این اصلا روحانیت رو ساخته، که اینا من در برنامه شما شرح کامل دادم. خب حالا با همه اینها میاد، چون میدونی استاد چرچوی از نظر اقتصادی وقتی که اسرائیل با منطقه دوستی برقرار بکنه اقتصادی منطقه رو میخوره، وقتی اقتصادی منطقه رو میخوره دیگه انگلیس استعمار 200-300 سالش باید بره بادکنک هوا کنه. برای اینه که جنگی دارن، درگیرن، ولی اونا نمیان. حالا این جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما اینا رو میزنیم و رئیس موساد هم دیروز اعلام کرد، رئیس موساد اعلام کرد شما هر یهودی رو هر جای دنیا بزنید ما هم تو خود ایران شما رو میزنیم، از پایین تا بالا تو میزنیم. یعنی جنگ را افتاده و در آن آقای شرفشاهی این آخوندا بهانه شونه، چون اینا نابودی ایران میخوان، اینا هی دارن جامعه ایران رو به جایی میکشن که بگه بهش حمله بشه، حمله بهش بشه و در مداغون بشه، صاف بشه، مثل لیبی و مثل سوریه و مثل عراق بشه. این آخوندا نظرشون این استاد شرفشاهی، برای همین تأکید میکنم و سعد سربازان، سرداران، عمرای ارشد ایران، نیروهای انتظامی، بیاین اینا رو جزقاله ها رو، این شپش ها رو، این پشه ها رو امشی کنید، پشه ها رو امشی کنید تا کی میخواید بمونید و اینقدر ذلت رو برای مردم خودتون بخرید. بله، این رعنا فرحان برای ترانه برایی که ساخته میدونین جایزه گرمی گرفته و این بازتاب سال روز این به حال مهسا امینی در فرانسه چجوری بوده امروز و آیا اونجا تجلیلی شده از این مهسا و این ترانه برای که در حال جایزه گرفته، شما در اونجا امروز چه مسائلی داریم برای اینکه در داخل ایران میدونین از راه هوا و زمین مخصوصا در سقز نیروهای نظامی اینا دارن مراقبت میکنن مبادا یه شورشی بشه، یه حرکت جمعی بشه. در تهران هم نیروهای انتظامی آماده حمله به مردم هستن، میخوام ببینیم که در اونجا چه بازتابی داره این سال روز مرگ مهسا عزیز. من با خبر شدم استاد شرفشاهی که یک سریالی ارائه شده همین روزها، که این ارائه این سریال یک نوع آموزش است از نیروهای ایرانی زیرزمینی، چون ما الان 7000 سال از این مملکت سرپا مونده به خاطر وجود یک سری عناصر فرهیخته و ذکاوتمند بوده که اینها سازمان‌های امنیت تو دنیا اسمشون هست اینتلیجنت سرویس، حتی CIA امریکا اون ایش مال اینتلیجنت انگلیس هم اینطور. حالا این اینتلیجنت ذکاوت رو اصلا ذکاوت امنیت اطلاعاتی رو ایرانی ها ساختن از زمان حکومت ایلامیان. الان این در ایران استاد چرفشوی فعاله و در سینما، در کوچه، در خیابان، یعنی این بار دیگه این نظامی ها هستن که به دفاع از مردم میان توی خیابون. خواهید
سریالی رو پخش کردن. در این سریال من چون دیر رسیدم به استودیو که براتون برقرار کنم ارتباطو، فیلم رو نشد براتون بذارم. سر یک کسی رو بازی میکنه، اسمش از تیمسار سیاری، همون سیاری خود ماست که بهتون عرض کردم، یعنی ذکاوت سینمای ایرانی. تیمسار سیاری میگه من نمیشینم اینجا، ارتش اینجا نمیشینه که مردم اینقدر بهشون ستم بشه و ما اینجا پاسدار منافع مشتی دزد و جنایتکار باشیم. بره وقتی میان از زبان یک تیمسار توی سینمای ایران مطرح میکنن، یعنی ارتشی نظامی، این تیمسارا دارن به شما دستور میدن شماها نباید از این جرسومه ها و یه فساد شپش ها بچه بچه بیان حفاظت کنین، تو بشی محافظ او، تو بشی محافظ این شپش ها از جنتیش گرفته تا خامنه‌ای و همه همه. در همین اساس استاد شرفشاهی این موسم نو شدن سالگشت مهسا نیکا بچیان عزیزم، رهنوردی، شکاری، حسینی، این دیگه از اون شوخی ها نیست. وعده میدیم به شما مردم ایران، مردم سلحشور ایران، این روسری رو بدون تموم شد، مسئله روسری تموم شد دیگه. در ایران هر کی بیاد مزاحم تو بشه برای که روسری تو برداشتی، بزننش به نیروهای نظامی بگیره، هم نیروهای نظامی مردمی و یارور میزنن. اگه نیروی نظامی آمد از این امر به معروف ها چه کرد، اینا صدامی هستن، اینها عراقی هستن. خود بچه های ارتشی در این راستا چرخه، نمونه های زیاد داریم دفاع کنن. و دیگه از این پس به هیچ عنوان فیلم هایی که مردم رو بترسونه، قتل و کشتار و اینا رو نشون بده، این تایم نباید نشون داده بشه که مردم با شجاعت و گستاخی در میدان حاضر باشن. و این نظام پلید روس و انگلیسی که من چند براتون ثابت کردم ضدیتشون با بهائیت، ضدیتشون با اسرائیل و یهودیت و غیر، به خاطر انگلیسه. انگلیس از این ناراحت شده که آخوندهایی که ساخته و امام زمان بازی و چه و چه دکونی که با کرده، بهائیت اومد از بین برد. بهائیت احترام میذارن به دین استاد شرفشاهی، ولی المانهای اصلیشون این هست که آقا فاتحه تموم شد، گذشت. برای همه اینه که اینا هر دروغی رو میان به اینا میبندن. اینه که از امروز خواهید دید استاد شرفشاهی، روز نوی باز خواهد شد برای دفاع از فرهیختگی و سلحشوری ایرانیان در برابر تازیان حاکمی که اینا 3 میلیون نفرن. خود رژیم اعلام کرد، آقای شرفشاهی استاد گفت کربلا امسال 3 میلیون نفر از ایران رفتن، هر کدومم چند میلیون تومن پول گرفته بودن، با پول رفتن. یعنی 86 میلیون که شما هستید، 3 میلیون بیگانه است در ایران، با آسودگی با یک توف اینا رو میشه بیرون کرد. استاد چرا؟ بله، یه موجی از استادای دانشگاه رو رژیم بیرون کرده و از کار برکنار کرده و این البته در هیچ جای دنیا سابقه نداره که به صاحبان علم و دهات فکر و اندیشه حمله بکنن و اینا رو از دهات سمت هایی که دارن برکنار بکنن، دور بکنن، که نتیجهش این شده که موج موج داره صاحبان این افراد مملکت رو ترک میکنن و ایران رو خالی میکنن از دهات چهره هایی که دارای دانش و علم و فکر و اندیشه هستن. حالا این میدونیم که هر کدومشون وارد هر کشوری که میشن دارای مقامی میشن، شغلی میشن که بسیار بالاست و در حد خودشون، حتی انتظار خودشون هم بیشتره. این موج الان شروع شده از ایران، فرار بزرگ. حالا این گروه های از دانشگاهی ها و پژوهشگران ایرانی اومدن اعلام همبستگی کردن، اعتراض کردن به این اقدام جمهوری اسلامی و اونا هم شروع کردن دستگیر کردن هر معترضی رو که در این زمینه میاد و سر و صدا ایجاد میکنه. حالا شما تصور میکنین که فرار بزرگ آیا در این رابطه که آغاز شده دنباله خواهد داشت؟ بیشتر ایرانی ها از مملکت دارن میان بیرون، دارن فرار میکنن از سرزمینشون، ثروت هاشون رو به هم دارن میبرن بیرون، زندگیشون رو میبرن بیرون و در یک نقطه‌ای در دنیا پیدا میکنن، اونجا
اسکان میکنن و زندگی جدیدی رو اونجا آغاز میکنن. آخه چجوری آدم میتونه تصور بکنه یه نفری حاکم باشه، یک گروهی حاکم بر یه مملکتی باشه، نخبه های مملکت رو اجازه بده فرار کنن از مملکت برن بیرون؟ استاد چرفشی، ساختن یک استاد، ساختن یک دکتر، ساختن یک مهندس، آرشیتکت، میدونید که میلیون ها هزینه داره هر کشوری. الان جهانخواران به راحتی از سرزمین ما میبرن، تمام دنیا پر شده از متخصصی ایرانی. ولی نکته که هست اینه که شما خودتون میدونید عزیزم استاد شرفی که این رو میخوند میگه مگه تو خبر نداری کار هر روزش همینه. استاد شرفشایی 1402 سال است که کار این رژیم، یعنی ملاها، آخونده، دین تازی همینه. هر فرهیخته اندیشمند دانشمندی به وجود آمد در ایران یا کشتنش یا فرار کرد. شما از عمر خیام بگید تا پور سینا تا حافظ تا رودکی تا زکریای رازی رو کور کردن این بیشرف ها. کسانی که شیمی آفرین بودن. استاد شرفشایی کار هر روز اینها اینه. بدبختی دیگه که من عرض میکنم با نهایت بیچارگی و بدبختی میخوام بگم، مردم بیچاره همون 3 میلیون میگم بقیه حالا بلند میشن بفهمید، دارن سعید توسی ها رو میارن تو دانشگاه استاد میکنن براتون. استاد شرفشایی اینا شروع کردن این مده ها رو، دو تا سه تاشون رو بردن، 4-5 تاشون بردن قم، 2-3 تا مشهد، فقط حدادیان اسمش در اومد. این قیافه هاشون رو بچه های ما ببینن دانشجو میترسن. اینا رو بردن اونجا استاد دانشگاه کردن. تو دانشگاه ها استادای عزیز ما رو اخراج میکنن که بیان خارج، چون اینا نوکر خارجی هم خارجی های میشب. همین میشب آقای ادوارد فیلیپ میگفت، ادوارد فیلیپ رو خستازی پیشین میگفت ما نیازمند مغز ها هستیم، ما مهاجرتی که مغز باشه رو میپذیریم. و این هارون‌زاده ها میخوان حدادیان ها مده ها رو ببرن تو دانشگاه. بردن الان تا چرا چه بردن به بچه های ما رو اندیشمندان و دانشمندان رو بیرون کنن. 1402 ساله یکیشون استاد دانشگاه، یکیشون استاد ادبیات دانشگاه تهران کردن. بسیار ممنونم از شما. همه شون ایلماتگران و اینا همه رو میخوان برن پدر سوخت ها ادبشون نابودی و کسرشن کردن دانشگاه و شخصیت ایرانی استاد. 1402 سال مردم نفهمیدین اون. بسیار ممنون از شما. تا خبرستان شما رو کشته، شما میرین پا برهنه پیشه. تشکر. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت.